بسم الله الرحمن الرحیم دکتر رسول قاسمی هستم استادیار گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه مبحث مربوط به فیزیولوژی قلب در این جلسه ادامه میدیم مباحثمون رو در مورد سیکل قلبی در این جلسه ابتدا در مورد سیکل قلبی وقایعی که در یک سیکل قلبی اتفاق میفته و در دوره های تکراری به نام سیستول و دیاستول نامگذاری شدن رو مورد بررسی قرار میدیم عملکرد بتن رو به عنوان یک پمپ در این سیکل قلبی مورد بررسی قرار میدیم با اصطلاحاتی مثل حجم پایان سیستولی، حجم پایان دیاستولی برونده قلبی استروک یا حجم ضربه ای اینها و نهایتا صداهای قلبی رو آشنا خواهیم شد خب ابتدا از سیکل قلبی شروع کنیم ما در جلسه گذشته صحبت کردیم که با عملکرد ریتمیکی که سلولای گره سینوسی دارن و با ایجاد پتانسیل‌های های عمل تکرار شونده ای که در گره سینوسی اتفاق میفته دوره های انقباز و استراحت در قلب تکرار و تکرار میشه و این دوره های تحریک و ریلکسیشن یا تحریک و ریپولاریزیشن که در قلب اتفاق میفته منجر به ایجاد انقباز و بعد شل شدن انقباز میشه که این سیکل تکراری رو بهش میگیم یک سیکل قلبی اگر تو این شکل نگاه کنید این وقایع رو میتونید مشاهده بکنید که در قدم اول ما هیچ گونه در فعالیتی در گریه اس نداریم بعد از اینکه گره SA ای پتانسیل عمل رو شروع کرد ایجاد کرد به صورت خود به خود این ایمپالس در کل دهلیز پخش میشه در استپ دو شروع شروعش رو میبینید در استپ سه میبینید که کل دهلیز عملا دچار دپولاریزیشن و انقبازش رو شروع میکنه به خاطر اون تأخیری که من در جلسه گذشته در مورد گره ای, ای وی خدمت شما گفتم مشاهده میکنیم که انقباز در دهلیز شروع میشه ولی هنوز پتانسیل عمل وارد بعد نشده این تاخیر حدودا یک دهم ده همه که در حقیقت اتفاق میفته تا سیگنال از گره ایوی عبور کنه و وارد بعد بشه کفایت میکنه تا اینکه دهلیز زودتر انقباضش رو انجام بده بعد از اون تاخیر در استپت 4 شما میبینید که پتانسیل عمل وارد دیواره بین بد نمیشه و نهایتا کل بت رو درگیر میکنه نهایتا میتونیم بگیم که در حدود دو دهم ثانیه بعد از شروع پتانسیل عمل در گرهی ای کل بتن پتانسیل عمل رو دریافت میکنه و نهایتا بعد هم انقبازش رو نشون میده بعد از این مرحله بعد رپولاریزه میشه و شل میشه و انقباز رو از دست میده و نهایتا دوباره برمیگردیم به حالت استپ یک پس ببینید یک سیکل قلبی عملا وابسته هست به عملکرد گره SA. اگر گره SA فعالیتش رو ببره بالا سیکل قلبی مدت زمانش کوتاه خواهد شد و اگر گری اس ای فعالیتش کند بشه سیکل قلبی دورش بلندتر میشه یعنی مدت زمانی که یک سیکل ان اتفاق میفته زمان طولانیتری رو خواهد داشت این ریت قلب عملا کاهش خواهد یافت ما این وقایع رو میخوایم حالا در بطن و در دهلیز خیلی مختصر بررسی بکنیم انشالله بیشتر در موردش در کلاس بحث خواهیم کرد توی این شکل میتونید وقایع سیکل قلبی رو حالا ببینید که ما میتونیم بگیم اون زمانی که انقباض شروع میشه تا زمانی که انقباض خاتمه پیدا میکنه رو اسم به نام سیستول بهش اطلاق میکنیم زمانی که قلب ایجاد انقباض میکنه فشار رو ایجاد میکنه و زمانی که دچار ریلکسیشن میشه میشه دیاستول با توجه به اینکه با توجه به اینکه دهلیزها ها زودتر سیستولشون شروع میکنن و زودتر هم سیستولشون پایان پیدا میکنه, پیدا میکنه. عملا میتونیم بگیم که سیستول دهلیزی و سیستول بطنی یه مقداری با هم فاصله دارن که در موردشون صحبت کردم حالا این وقایع رو که در در حقیقت یک سیکل قلبی اتفاق میفته و سیستول دیاستول رو ما بیشتر بحث قایم کرد فقط در این شکل اگر یک نکته رو توجه بکنید اینه که میبینید که زمانی که بطن در دیاستول سپری میکنه از زمانی که در سیستول سپری میکنه بیشتر هست در حالت استراحت تقریبا گفته میشه حدود دو دهم ده دو ده سوم زمان یک سیکل قلبی در دیاستول سپری میشه و فقط یک سومش رو در سیستول سپری میکنه در حالی که اگر ریت قلب افزایش پیدا بکنه چون سیستول که نمیتونه کمتر بشه اون چیزی که کوتاه میشه زمان دیاستول خواهد بود اینجا من زمان رو هم نوشتم که اگه در تقریبا در زمان طبیعی حدودا هشت همه ثانیه یک سیکل قلبی طول میکشه و همجوری که گفتم در حالت استراحت دو سوم زمان دیاستول به خودش اختصاص خواهد داد خب حالا اجازه بدین که بررسی کنیم در یک سیکل قلبی فقط یک سیکلش رو وقایعی که در بطن و دهلیز اتفاق میافته و در شریان آورت به چه شکل خواهد بود این شکل و این نمودار و فهم این نمودار برای شما واجبه یعنی باید تمام این نمودارها رو خط آبی رنگ خط قرمز رنگ دو تا خط نقطه چین اینها و وقایعی که مشخص شده در بالای تصویر نوشته شده همه اینها رو خوب بشناسید و اونها رو خوب متوجه شده باشید ما اگه شروع کنیم از زمان ابتدای یک سیستول یعنی ابتدای ایجاد پتانسیل عمل در در حقیقت بطن ما اینجا نقطه‌ای که در حقیقت با فلش مشخص شده و نوشته شده که در حقیقت وال ای وی وال بسته میشه سیستول بطنی شروع میشه دقت کنید سیستول بطن قبل از سیستول بطن ما سیستول دهلیز رو داشتیم که میتونیم بگیم پتانسیل عمل عملا از گره سینوسی وقتی شروع شد ما این نقطه ای بودیم که اینجا میتونید مشاهده بکنید ابتدای خط و با در ایکیجی روی موج ایکیجی دقیقا با موج پی نشون داده میشه بعد از اینکه این, این دپولاریزیشن ده دهلیز اتفاق افتاد انقباز دهلیز رخ میده پس بنابراین یک افزایش فشار مختصری در بطن اتفاق میفته که حالا من در موردش صحبت میکنم و بعدش سیستول بطن اتفاق میفته دقت کنید من برای اینکه وقایع رو بررسی کنم ابتدا به فشار بطن اشاره میکنم بعد به حجم بطن اشاره میکنم و الاخر دقت کنید در ابتدا سیستول دهلیزی فشار داخل بطن تقریبا صفره ببینید و وقتی که دهلیز منقبض میشه و خون اضافه ای رو وارد بطن میکنه مقدار خیلی کمی فشار داخل بطن زیاد میشه شاید شما بپرسید چرا زیاد میشه به خاطر اینکه خون با فشاری که از دهلیز وارد ایجاد میشه در حقیقت با فشار وارد بد میشه پس بنابراین دیگه بعد اون پذیرش اولیه رو نداره پس این مقدار فشارش افزایش پیدا کنه البته این مقدار مقدار مختصری هست در ابتدا سیستول بطنی یعنی دقیقا دقت کنید موج کیو تقریبا میشه که میانه هاش انقباز بد شروع میشه مشاهده می کنید که فشار بد ناگهان و به صورت یک شیب بسیار تند افزایش شدیدی پیدا میکنه. دقت کنید در ابتدا سیستول بطنی اتفاق میفته و اون اینکه دریچه دهلیزی بطنی بسته میشه چرا چون دهلی وقتی که بعد منقبض میشه خون میخواد به سمت بالا حرکت کنه و دریچه های دهلیزی بطنی, بطنی چون دریچه های یک طرفه ای هستن به سمت بالا حرکت میکنن و این لبه ها به هم گیر میکنن عملا اجازه برگشت خون به داخل دهریز رو نمیدن پس بنابراین گره ایوی ای به چه دلیل بسته میشه به خاطر بس... به خاطر افزایش فشار در داخل بد به سرعت فشار داخل بد زیاد میشه ولی دریچه آورت همچنان بسته است چرا چون در آورت فشار حدودا حداقل اقل 80 میلیمتر متر جیب است تا وقتی بطن فشارش به 80 میلی متر جیوه نرسه نمیتونه بر دریچه آورت فشار وارد کنه و اونو باز بکنه مدت زمانی که طول میکشه فشار بطن انقدر افزایش پیدا بکنه تا بتونه دریچه آورت رو باز بکنه انقباز در بطن رخ میده ولی تخلیه بطنی اتفاق نمیفته به این مرحله میگن ایزووالیومی کانترکشن انقباز ایزووالیومیک ایزووالیومیک یعنی حجم ثابت ولی انقباض داره اتفاق میفته خب وقتی فشار بد رسید به نقطه ای که از فشار داخل آورت بیشتر هست دریچه آورتی باز میشه همونجوری که دارین تو این فلش میبینید و خون شروع میکنه تخلیه شدن همزمان که داره خون تخلیه میشه فشار همچنان بالا و بالاتر میره تا میرسه به یه قله فشار که همون فشار سیستول باشه و حدود مثلا 120 میلی متر جیوه در این تصویر هست همزمان با این فشار بالا خون هم داره از بعد خالی میشه چون خون داره تخلیه میشه و انقباض بطنم یا یواش دیگه داره تضعیف میشه و داره به مرحله شل شدن مر برمیگرده انقباض اون انقباض دیگه نمیتونه فشار کافی رو ایجاد بکنه پس من این فشار داخل بد کم و کم و کمتر میشه تا جایی که دقت کنید فشار داخل بد این نقطه که این خط رو در قطع میکنه فشار داخل بد از فشار آور دوباره کمتر میشه ببینید در این نقطه دوباره فشار دریچه آورتی بسته میشه چرا چون دریچه آورتی هم یک طرف است فقط به سمت بالا به داخل آورت باز میشه وقتی آورت فشارش از داخل بد بیشتر باشه خون میخواد برگرده به داخل بد این دریچه بسته خواهد شد قلب به شل شدن یعنی بطن به شل شدن خودش ادامه میده تا برسه دوباره برگرده به همون فشار صفری که ابتدا داشت به مرحله ای که دریچه آورت بسته است اما دریچه ایوی ای هم بسته است به خاطر اینکه فشار داخل بد درست کم شده ولی همچنان از داخل دهلیز بیشتره پس دریچه آورت و دریچه دهلیزی همزمان بستن و فشار داخل بد داره کم و کم و کمتر میشه بهش میگن مرحله ایزو والیومیک ریلکسیشن یعنی شل شدن دری در حجم ثابت این دوتا مرحله رو دقت داشته باش. وقتی که فشار داخل بد از فشار AV کمتر شد یعنی فشار ببخشید داخل دهلیز کمتر شد دریچه AV باز میشه و خون شروع میکنه دوباره وارد بد شدن و بد رو پر میکنه تا مرحله بعد و دوباره انقباز دهلیز ایزوالیمیک کانترکشن، ایجکشن، ایزوالیمیک ریلکسیشن و دوباره این سیکل تکرار و تکرار میشه این میشه وقایع از لحاظ فشار وقایعی که در داخل یک بعد اتفاق خب حالا به خط آبی رنگ نگاه کنید خط آبی رنگ حجم بطن رو نشون میده شما میتونید تصور بکنید در زمانی که در حقیقت انقباز شروع میشه بایستی حجم بعد چه اتفاقاتی براش بیفته این تصویر رو نگاه کنید در ابتدای انقباز دهلیز یعنی ابتدای یک سیکل قلبی شما مشاهده میکنید که حجم بطن ابتدا مثلا در ابتدا ابتدای در حقیقت سیستول حدودا 120 میلی متر میلی لیتر ببخشید اینجا هست پس ببینید در ابتدای سیستول حجم بعد که به صورت پسیو پر شده حدودا توی این تصویر 120 میلی لیتر هست بعد از اینکه انقباز دهلیز اتفاق میفته حدودا 20 درصد به این حجم اضافه میشه و حجم بد به حد اکثر ممکن خودش میرسه در زمان انقباز بطن در فاز ایزووالیم کانترکشن شما میبینید این خط صافی رو تشکیل میده یعنی کاملا ثابته گفته بودیم این به دلیل اینکه انقباز ایزووالیمیک هست و بعد از این مرحله شما مشاهده میکنید که وقتی انقباز بطن داره دریچه آورت رو باز کرده و دیگه داره خونه از بط خارج میشه حجم بدن کم 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 و کمتر میشه با یک شیب تند ابتدا خیلی سریع ولی بعدش آرامتر میشه و نهایتا به ابتدا مرحله ایزو والو که میرسیم دیگه حجم بدن کمتر نمیشه چرا چون دیگه تخلیه بتنی اتفاق نمیافته همینجور که مشاهده میکنید در زمان ایزووالیومیک ریلکسیشن ما دوباره یک حالت کفه ای رو داریم که در این فاز کفه در حجم بد تغییر نمیکنه گفته بودیم ریلکسیشن ایزووالمیک داره رخ میده و دوباره وقتی که سیکل قلب تمام شد یعنی سیستول تمام شد و ما رسیدیم به مرحله ابتدای دیاستول قلب کاملا شل شده دریچه ایوی باز شده وقتی دریچه ایوی باز میشه خون به صورت پسیو بدون هیچ گونه مقاومتی داخل بد میریزه مشاهده میکنید دوباره خون داره داخل بد میاد در یک سوم ابتدایی زمان هورمون خون خیلی سری وارد بعد میشه چون بعد کاملا خالی پذیرش بالایی داره در یک سوم میانی مقدار خیلی کمتری وارد میشه میبینید که حجم خیلی زیاد نمیشه و یک سوم انتهای دیاستول هم که در دقیقت نمیتون بگیم انتهای دیاستول میتون بگیم یک سوم انتهای پر شدن هم که توسط در انقباض دهلیز ایجاد میشه مقدار بیشتری باز خون وارد بطن نمیشه این هم یک وقایع در حقیقت حجم بطن رو ما میتونیم ببینیم در یک سیکل قلبی دقت کنید بچه ها که حتی اگر انقباز دهلیز اینجا وجود نداشته باشه تقریبا میشه گفت حدودا 70 75 درصد پر شدن بدن بدون نیاز به دهلیز داره اتفاق میفته پس الان اگر از شما که سوال کرد که آیا اگر ما دهلیز رو از کار ب... یعنی کسی دهلیزش را از کار بیفته ممکنه قلبش از کار بیفته میگیم نه قلب کار خودش رو میکنه هر چند کامل پر نمیشه و براندمان قلب کاش پیدا خواهد کرد خب این از چه خط آبی رنگ خط بعدی که میخوام بهش توجه کنید فشار داخل دهلیزه دقت کنید در داخل دهلیز فشار چه تغییراتی میکنه در باز در حالت کفه در حالت استراحت وقتی که دیاستول دیست هست میتونیم بگیم که دهلیز فشارش در نزدیک صفر قرار میگیره با انقباز دهلیز میدونیم که فشار داخل دهلیز بالا میره پس یک موج فشاری که بهش اینجا حرف ای گذاشته شده ایجاد میشه موج A یا این افزایش فشار ای در داخل دهلیز به چه دلیل ایجاد میشه به دلیل وجود انقباض دهلیزی بعد از اینکه انقباض ایزووالومیک شروع شد شما میبینید که دوباره در فشار داخل دهلیز یک افزایش دوباره ای پیدا میکنه این به چه دلیل اتفاق میافته؟ به خاطر اینکه اینجا که دریچه دهلیزی ای دهلیزی ای وی بسته است در دل... دلیل این موج سی چیه به دلیل اینکه وقتی بطن منقبض میشه و خون رو سعی میکنه به سمت بالا حرکت بده ولی دریچه اجازه نمیده دریچه حالت گنبدی مانندی پیدا میکنه و به داخل دهلیز در حقیقت برجسته میشه و این باعث میشه فشار داخل دهلیز یک افزایش مختصری پیدا کنه که میشه موج سی و نهایتا بعد از اینکه کل دهلیز ببخشید کل بطن تخلیهش اتفاق افتاد و دهلیز هم که دریچه ایوی بسته است پس بس بس خون دیگه نمیتونه وارد بطن بشه هر چه برگشت وریدی اتفاق میفته باعث میشه حجم داخل دهلیز بالا بره و فشار داخل دهلیز هم افزایش پیدا بکنه شما دقت اگه بکنید انتهای سیستول بطنی دوباره فشار بطن داره زیاد ببخشید می... فشار دهلیز داره دوباره زیاد میشه و این افزایش فشار ناشی از برگشت خون وریدی هست که بهش میگن موج وی خب این هم از وقایع فشار داخل دهلیز فشار داخل آورت رو هم اگر مشاهده بکنید میبینید که در زمان دیاستول فشار داخل آورت افت پیدا میکنه میرسه به حداقل فشار که بهش میگن فشار سیستولی فشار دیاستولیک در ابتدا تخلیه بتنی این فشار افزایش پیدا میکنه به فشار سیستولی میرسه و وقتی که دوباره بد شل میشه انقباض خودش رو از دست میده و دیگه تخلیه دیگه امکان نداره فشار داخل دهلیز شروع میکنه فشار داخل آورت ببخشین شروع میکنه کاهش پیدا کردن نقطه ای میرسه که دریچه آورتی بسته میشه اون نقطه ای که دریچه آورت بسته میشه ناگهان یک, یک حرکت بالا رونده در فشار داخل دهلیز میتونید ببینید در داخل فشار داخل آورت میتونید مشاهده بکنید که این افزایش فشار مختصر ناشی از اینه که دریچه بسته شده خون در داخل آورت ناگهان برگشت میکنه به داخل به سمت دریچه و چون دریچه بسته است یه لحظه فشار داخل آورت زیاد میشه ولی باز میبینید که برمیگرده و به همون حد دقل فشار خواهد رسید این هم میشه وقایعی که ما در زمان در فشار آورت داریم همزمان موج ایکیجی رو میبینید که در یه جلسه مفز... مت... مف... مجزا خدمت شما میگم و صداهای بدنی رو هم و صداهای قلبی رو هم میتونید مشاهده بکنید که صدای اول و صدای دوم رو میتونید ببینید صدای سوم معمولا قابل شنیدن نیست صدای اول ناشی از بسته شدن دریچه ایوی هست میبینید شروعش رو و صدای دوم ناشی از در بسته شدن دریچه آورتیک هست که توی این ناحیه میتونید اون رو مشاهده بکنید این وقایعی هست که در این سیکل اتفاق میفته